اعتماد به نفس یکی از وضعیت های عالی در ذهن هر انسانی هست که میتونه باعث بشه که انسان از جایی که هست بلند بشه و هر آنچه که در ذهن خودش داره رو بتونه اجرا بکنه آدمی که اعتماد به نفس بالایی داره یه جورایی میشه گفت که هیچ چیزی جلو دارش نیست و میتونه با اتکاب خودش مسیرش رو شروع بکنه ادامه بده و دستاورت های فوقلاده خلا بکنه اما این وسط یه داستانی وجود داره اونم این هست زمانی که انسان اعتماد به نفس نداره و فقط و فقط داره ادای اعتماد به نفس رو در میاره نه تنها از مزایای اعتماد به نفس دور هست بلکه فقط خودش رو در یک وضعیتی قرار داده که داره تئاتر بازی میکنه البته که وضعیت اصلا اصلا خوبی نیست هم دستاوردی در کار نیست هم حال بد ناشی از فیلم بازی کردن رو داره در این ویدیو میخوام در مورد اعتماد به نفس و ادای اعتماد به نفس و اینکه این دوتا چه فرقهایی با هم دارن چه فاصله ای نسبت به همدیگر دارن صحبت بکنم حتما تا پایان با من همراه باشید وقت بخیر دوستان جان همراهان دوست داشتنی امیدوارم حالا همگی خوب باشه من آیدین نامدار هستم اینجا کانال یک پله بالاتر هست من در یک پله بالاتر در حوزه رشد فردی و بهبود سبک زندگی با شما صحبت می کنم اگر به این موضوعات علاقمند هستید و هنوز به هفتاد و یک هزار نفری که این کانال رو دنبال میکنن نپیوستید الان بهترین فرصت هست دکمه سابسکرایب رو بزنید کنارش دکمه زنگوله در حالت آل قرار بدید تا وقتی من ویدیو جدید منتشر میکنم یوتیوب شما دوست خوب من را هم با خبر بکنه امروز صحبت میکنیم از اعتماد به نفس و ادای اعتماد به نفس و تفاوت های این دوتا من قبلا در این کانال چند تایی ویدیو در حوزه اعتماد به نفس منتشر کردم خیلی هم از طرف شما دوستان عزیزم مورد استقبال قرار گرفته ولی میخوام طبق روال همیشهمون با یک سوال شروع بکنیم و شما برید و در کامنت ها به این سوال جواب بدید اونم اینکه اوضاع اعتماد به نفستون از چه قرار هست و آیا کسی رو میشناسید که ادای اعتماد به نفس در میاره شاید خودتون هم از این گروه باشید ولی خب خیلی سخت است آدم به همچین چیزی اعتراف بکنه ولی صحبت کردن در مورد آدم هایی که ادای اعتماد به نفس در میارن خیلی هم سخت نیست در کامنت ها بنویسید حس حالتون نسبت به اون آدمی که ادای اعتماد به نفس در میاره چی هست خب بریم گفتگومون رو شروع بکنیم اینکه چه فاصله ای هست بین اعتماد به نفس واقعی و ادای اعتماد به نفس در آوردن ببینید دوستان اولین موضوعی که میخوام خیلی صاف و پوسکنده برم تو دلش و با شما در مورد حرف بزنم اونم این هست که اعتماد به نفس وضعیتی برای دیده شدن نیست بلکه وضعیتی برای احساس شدن هست یعنی اعتماد به نفس چیزی نیست که در شما وجود داشته باشه تا من ببینمش اصلا به من ارتباطی نداره و شما هم نباید روی این ماجرا باشید که کسی میبینه من اعتماد به نفس دارم یا نه نه اصلا داستان این نیست اعتماد به نفس یک احساس درونی هست و شما باید این احساس درونی رو در مسیر رشد خودتون و برای خلق نتایج ارزشمند به وجود بیارید نه اینکه چیزی باشه که دیده بشه حالا اینجا یه اتفاق قشنگی وجود داره اونم این هست شما اگر روی اعتماد به نفستون کار بکنید و این رو در درونتون ایجاد بکنید بسازیدش و به مرور زمان این رو رشد بدید در بیرون هم این نمود پیدا میکنه در بیرون هم دیده میشه حالا اصلا مهم نیست که دیده میشه یا دیده نمیشه یعنی اصولا نباید برای شما مهم باشه ولی حتی اگر برای شما مهم نباشه اعتماد به نفس درونی شما در بیرون هم دیده میشه در ظاهر شما دیده میشه در طرز حرف زدن شما دیده میشه در شیوه راه رفتن شما دیده میشه در نشست و برخاست کردن شما دیده میشه و الی آخر حالا اینجا یه چه اتفاقی میفته که بعضی از آدم ها ادای اعتماد به نفس در میارن بذارید دقیق موضوع رو براتون باز کنم یه آدمی با اعتماد به نفس پایین وقتی که خب وقتی اعتماد به نفس پایینه حال آدم بده دیگه داریم تعارفی نداریم که همین چی بهش بر میخوره حسودی اینو اون رو میکنه توان استارت نداره گفتگوی درونی ناخوب با خودش داره و و و الاخر حالا این آدم در نقطه مقابل خودش یک دوستی همکاری شریکی رفیقی بالاخره یه آدمی رو میبینه که آقا این هر کاری داره انجام میده خیلی خوب داره پیش میره سبک زندگی شخصی خودش رو داره ترسی از کسی نداره خجالت از کسی نمیکشه خیلی قانونمند اصولی با قوانین داخلی خودش و با سبک زندگی خودش داره زندگی میکنه حالا این دوست ما که اعتماد به نفس نداره خیلی دوست داره شبیه اون آدمی باشه که اعتماد به نفس داره پس از یه جایی به بعد به جای اینکه تلاش بکنه روی اون اعتماد به نفسش کار بکنه میاد میبینه که این چجوری راه میره میگه خب کاری نداره منم اینجوری راه میرم میاد به این فکر میکنه که این چجوری لباس میپوشه اوکی ما هم پول داریم میخریم این لباس رو ما هم میپوشیم این عطر و اتکلون رو ما هم میزنیم این ساعت رو ما هم میبندیم این مدل مو رو ما هم داریم این آرایش رو ما هم انجام میدیم قافل از اینکه داستان در مدل مو و ساعت و واکس کفش و اینا نیست داستان در اون احساس درونی اعتماد به نفس است و دوستان جان اگر اگر شما ادای اعتماد به نفس رو در بیارید فقط یک تئاتر باز حرفه ای میشید فقط یه هنر پیشه میشید به جای اینکه از اون مزایا و اون لذت اعتماد به نفس بهره ببرید همش فقط دنبال این هستید که چجوری دیده میشید لباستون چجوریه نشست و برخواستتون چجوریه و این تازه دردی به دردها اضافه میکنه نکته که میخوام بگم این هست ول کنید این رو که چجوری دیده میشید شما برید رو اون اعتماد به نفس کار بکنید از یک جایی به بعد این اعتماد به نفس یک نمود بیرونی قشنگ هم پیدا میکنه که حتی اگر پیدا نکنه اصلا اتفاقی نمیفته داستانی رو از زبان یک دوستی در مورد اینشتین شنیدم خب می‌دونید دیگه این آدم یکی از عجیب ترین انسان معاصر هست دیگه آلبرت اینشتین جایزه نوبل برده و من و شما حتی نمیدونیم که این آدم اصلا نظریه نسبیت به چه دردی میخوره یعنی در شرایطی یکی از مشهورترین آدم های جهان هست که اغلب مردم نمیدونن این آدم اصلا چیکار کرده اختراعش اکتفاعش نظریش به چه دردی میخوره چرا چون این آدم یکی از قله های اعتماد به نفس بشری رو نمود داده از زبان دوستی شنیدم گویا رئیس جمهور آمریکا روزی از روزها تصمیم میگیره که با هیئت همراه بره و در منزل انشتین بالاخره یه عزت احترامی بذارن و یه اکرامی بکنن و الی آخر همسر انشتین میگه که فلانی رئیس جمهور داره میاد بلند شو یه لباسی بپوشو و لباس تو عوض کن اینا خب اینم با پیژامه بوده دیگه راحت خونه نشسته بوده میگه ببین عزیزم اگر رئیس جمهور میخواد منو ببینه که خب بیاد بشینه با من کپ بزنیم صحبت بکنیم اگر رئیس جمهور اومده من منو ببینه راهنمایی کن اون یکی اتاق بره سر کمدم لباسام رو ببینه من نمیدونم این داستان چقدر واقعی هست نمیدونم اصلا اینجوری هست یا اینجوری نیست ولی تلنگر قشنگی هست ما داستان و ماجرایی برای فکر کردن هست اینکه واقعا حالا رئیس جمهور نه هر کسی دیگری واقعا اگر میخواد لباس من رو ببینه که خب یه داستانه اگر میخواد با خود من معاشرت بکنه پای حرفم بشینه کلامم رو گوش کنه داستان دیگری هست من و من اینجا میخوام به شما بگم که اگر اگر در مسیر ادای اعتماد به نفس هستید شما بازنده اید شما از دو ناحیه بازنده اید هم رو خود اعتماد به نفسه کار نمی کنید هم دارید ادای اعتماد به نفس رو در میارید حالا اینجا یه نکته ای وجود داره برای در واقع مورد پایانی میخوام بهتون مطرح بکنم اونم این هست که انگلیسی ها یه ضرب المثلی دارن میگن فیک Until you make it و اصلا یکی از درس های تمرینات حوزه اعتماد به نفس این هست که شما شق و رق را برید سرتون رو بالا بگیرید سینه رو جلو بدید حتی در شرایطی که اعتماد به نفس پایینی دارید حداقل اون استایل رو حفظ کنید این ماجرا به عنوان یکی از تمرینات آغاز کار کردن روی اعتماد به نفس پذیرفتنی هست ولی نه این که من رو اعتماد به نفس کار نکنم و این تمرین رو هم به عنوان یک تمرین نبینم و عمری فقط ادای اعتماد به نفس رو در بیارم آدم هایی که اعتماد به نفس ندارن و اداش رو در میارن معمولا پرخاشگر هستند معمولا در جایی که توان زورگویی دارند به دیگر انسان ها زورگویی می کنند اگر بالا, بالا دست هستند زیر دست ها رو خیلی اذیت می کنند پدر یا مادری هستند با اعتماد به نفس پایین بچه هاشون رو خیلی اذیت میکنن اگر شریک زندگی هست که اعتماد به نفس پایینی داره پارتنرش رو شریک زندگیش رو خیلی داره اذیت میکنه و اینها ما حاصل ادای اعتماد به نفس در آوردن هست دوستان جان ما با یک در واقع باد کنک تو خالی هیچ کاری نداریم ظاهر به هیچ دردی نمیخوره باد هست میره ما یک گوی آهنین پروپیمان و خیلی محکمی میخوایم که اون شالوده و درون شما رو بسازی و این زمانی اتفاق میفته که شما به معنای واقعی روی اعتماد به نفس کار بکنید اگر بخوام جنبندی بکنم اتکلون خیلی چیز خوبی هست ولی نبرید کل پولتون رو خرج اتکلوم بکنید صرفا برای اینکه یه ذره عطر متفاوتی بدید تا اون اعتماد به نفس نداشته پشت اون پنهان بشه نکنید این کار رو نبرید کل پولتون رو بدید لباس های عجیب غریب گران قیمت فقط برای اینکه یه دو سه دقیقه به چشم بیایید نه داستان به چشم آمدن نیست داستان استفاده استفاده دائمی از مزایای اعتماد به نفس است اینکه شما خود واقعیتون باشید اینکه شما در مسیر باشید اینکه شما در حال خوب باشید اینکه شما خالق باشید آفریننده باشید ذهن پویایی داشته باشید و بتونید اهداف و برنامه هاتون رو پیگیری بکنید خب اینجا پایان این ویدیو هست دوستان یه مثالی هم بزنم ببینید که من به عنوان آدمی که روی اعتماد به نفس خودم کار کردم چجوری این اتفاق رو رقم زدم سیاهی که فروردین ماه یک سمینار فوق ای رو ما در تهران برگزار کردیم به نام سمینار مارشالر که خب تعدادی از دوستان همراه یوتیوب هم اونجا بودن اگر خبر نداشتید یا میگید که ای کاش که ما هم خبر می داشتیم وبسایت مدرسه کسب و کار پله www.pellebis.com پیج اینستاگرامی یک پله بالاتر اطلاعات در اختیارتون قرار میده میگیره تیرما هم یک سمینار دیگری خواهیم داشت به نام جفت شیش استراتژی های حوزه فروش حالا کاری با اینا ندارم معمولا متداول هست در حوزه کاری ما دوستانی که میرن روی استیج یا در یک جمعی میخوان صحبت بکنن کت شلوار میپوشن کراوات های آنچنانی پوشت فلان ست میکنن جلیقه رنگ متفاوت و الی نه من آیدین نامدار با تیشرت با عینک عینک زرد رنگ و شلوار خیلی کژوال خیلی راحت با تی شرت بری رو استیج حرف بزنی خب این به نظر من دستاورد فوق العاده ای است چرا چون من آدمی هستم که روی اعتماد به نفس کار کردم و ادای اعتماد به نفس در نمیارم اینجا پایان این ویدیو ممنون با من همراه بودید منتظر نقطه نظراتون هستم اگر تا الان دکمه سابسکرایب رو نزدید نمیاد بذارید ببینیم نیومد دکمه سابسکرایب رو بزنید کنارش دکمه زنگوله در حالت آل قرار بدید ممنون این چند وقتی که من نبودم پیگیر حالم بودید در پناه حق باشید بدرود خدا نگهدار